بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. محصلین عزیز، حقوق وجایب هست. محصلین، خواهرای معزز، برادران نهایت گرامی، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زین الله صایم هستم و مضمون حقوق وجایبتان تدریس میکنیم. انشاءالله که ما به جلسه هفت چهارم خود رسیدیم و همچنان انواع عقود را بحث میکنیم که یک عقد عباره همچنان به اعتبار مشروعیت و عدم مشروعیت میتانیم عقد را تقسیم بندی بکنیم. انواع یکی عقد مشروع کدام عقد است که شرعا مجاز باشد و مانند عقد بیع مال متقوم مثل مانند رهن و هبه و همچنان می توانیم عقد غیر مشروع عبارت از آن عقدی است که شرعا آن را ممنوع کرده باشد و آن را حرام دانسته باشد و نهی کرده باشد، مانند بیع ملاقیح. بیع ملاقیح عبارت از آن بیع است که چوچه حیوانی که هنوز تازاده نشده است فروخته شود، مثلا که در جاهلیت هم معروف بوده است و بحثای دیگر هم هست. عقودی که منافی آداب عامه هم باشد و مانند وقود به فحاشی و یا مخالف نظم عامه هم باشد، مانند اجاره شخص مبنی بر ارتکاب جرم و نکاح متعه و امثال اینها را می توانیم از وقود نامشروع و حرام بگوییم که بحث در اینجا به طولانی باید نکشد. محصلین عزیز، می توانیم به فقه معاملات در فقه بحث صورت بگیرد چون موضوع بدرازا نکشد. بله، هذا ما میتونیم عقد را همچنان به اعتبار صحت و عدم صحت تقسیم بندی بکنیم که عقد صحیح در حقیقت همان عقدی هست که تمام شرایط و ارکانش برابر باشد و در اصطلاح حقوقی ما میتونیم که حق صحیح به معنای صحیح یعنی معنای درست سالم و در صورتی که هر عملی که عام از عبادی معاملاتی و یا که شروط و ارکان آن به درستی تحقق یافته باشد دوره صحیح گفته می توانیم. ارکان عقد ما قبلا هم بحث کردیم، رکن عقد که صیغه هست و ایجاب و قبول، یعنی صیغه هدفش ایجاب و قبول هست که یکی و خود عقیدین که طرفین عقد هستند و محل عقد است که و موضوع عقد هست و شرایط خصوصی و عمومی آن نیز رعایت شده باشد که همون بیع مال متقوم بوده باشد، به ثمن معلوم بوده باشد، به نسیه بوده باشد، تعجل معلوم بوده باشد و اجاره شی معین بوده باشد. اگر چنین نباشد و عقد صحیح صحت ندارد، میتونیم عقد باطل بگوییم. محاضرین عزیز، عقد صحیح به نظر فقهای حنفیه و مالکی عقد صحیح به عقد نافذ و موقوف تقسیم شده است که عقد نافذ امان عقدی است که ارکان و شروطش مکمل کامل باشد و از طرف شخصی انجام شود که دارای اهلیت ولایت بر نفس خیش هم داشته باشد، مانند عقد شخص رشید و بر دو قسم تقسیم می شود: عقد لازم، عقد نافذ لازم و عقد نافذ غیر لازم که به نام عقد جایز نیز یاد شده می تواند. و عقد لازم کدام عقد؟ عقد لازم امو عقدی هست که طرفین صلاحیت فسخ او را داشته باشد بدون رضای جانب نداشته باشد، یعنی جانبین عقد نتوانند که صلاحیت فسخ را ندارند بدون اجازه جانب مقابل. مانند بیع هست و اجاره هست و باید بگویم که در عقود لزوم آن است، مانند بیع و اجاره باید افزود که اصل در عقود هم لزوم است. معنی این که یعنی این یک اصل هست که عقد اولا لازم می باشد، یعنی قابل اجرا و نفاذ می باشد که نافذ گردد، زیرا وفا به عقود شرعا بر متقاعدین واجب هست. مانند که قبلا مسئله را گفتیم که ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، الله متعال به ای آیات استدلال دلیل به می آیات فرضیت وجوب و لزوم عقد گرفته می شود. صفت لزوم در عقد به نظر فقهای حنفیه و مالکیه به مجرد انعقاد، وقتی که انعقاد یعنی بستن ثابت می گردد، در حالی که در نزد فقهای شافعیه و حنبلی وصف لزوم زمان ثابت می گردد که جدایی فیزیکی طرفین از مجلس عقد متحقق گردد، به طوری که در متون فقهی هم خوانده می شود که مسئله مجلس عقد مورد بحث است.
مسئول خود دارای همچنان میتونیم که انواع عقد را به دارای مدت معین و دارای مدت غیر معین تقسیم بندی کنیم. مفادی تقسیم بندی هم از نگاه موضوع فسخ هست که عقود متمادی دارای مدت معین را نمیتواند قبل از انقضاء مدت مذکور فسخ نمود. یعنی در عقود غیر عقود متمادی که قبلا توضیح دادیم که عقود متمادی عبارت از آن عقودی هست که طرفین عقد وجیبه ایفای آن شی را در اقساط و در زمانهای متفاوتی میتواند که انجام دهد، در حالی که عقود متمادی همچنان دارای مدت غیر معین هر زمان نظر به اراده هر یکی از طرفین فسخ شده می تواند. عقود همچنان یک تقسیم بندی دیگه داره، انواع عقود به نام عقود نتیجوی و عقود وسیلوی. اساسا ببینیم عقود نتیجوی که یک نتیجه را در بر دارد، یعنی هدف این هست که عبارت از عقودی هست که در آنها مدیون در ایفای وجیبه خیش بر آورده شدن یک هدف نهایی را تعهد می نماید. ببینیم مانند ای که ترسیم تابلو، شما از یک شخص می خواهید بر شما یک تابلو بسازد و او تعهد می کند که من این تابلو و این تصویر را بسازم، مانند اعمار خانه، ساختن میز و غیره. دی عقود نتیجوی است، یعنی یک نتیجه را تعهد و تعهد مسپارد و میگوید که من این را انجام میدهم. ببینیم از عقود وسیلوی او هست که برعکس عقودی را گویند که در آنها مدیون برآورده شدن یک هدف نهایی را به عهده نگرفتند، بلکه متعهد میگردند که برای برآورده شدن هدف مذکور تمام وسایل ممکنه را که به دست دارند به خرج بدهند، مانند عقد وکالت دفاع. شما به حیث عق و زمانی که فارغ شوین و بروین به حیث وکیل مدافع مطرح شوین در جامعه، شما یا طبیب شوین یا دکتر طبیب یا ممرض یا مریض را تداوی میکنند. چونین عقود وسیلوی هستند، در اینجا یک طرف یک نتیجه را بر عهده نگرفته هست که حتما شما باید شخص مجرم را رها بکنید، نه، بلکه شما صرف امکانات را به کار میبرین، قانون را در نظر میگیرین، خلاهایی که وجود دارد نمیگذارین به شخص ظلم و تعدی صورت بگیرد. به این لحاظ میتونیم عقود وسیلوی عقودی هست که در آن مدیون شما که وقتی به موکل هستین مدیون هستین، یعنی شما تعهد کردین که از موکلتان دفاع بکنین و این دفاع کردن بدین معنا نیست که شما حتما موکل خود را از زندان باید رها بکنین و جرمی که انجام داده هست جرمش کم بکنین و یا بلکه از او دفاع میکنین به طوری که قانون بر شما اجازه داده هست. به هر حال عقود وسیلوی یک وسیله را به کار میبرد مانند دکتر، یعنی حتمی نیست که او مریض را نجات بدهد. مفاد تصنیف بندی که عقود نتیجوی و وسیلوی گفتیم، مفادش از نگاه موضوع ثبوت و مشاهده نموده میتوانیم، یعنی منظورش این است که در عقود میتوانیم در عقودی که نتیجوی همچنان در عقودی که نتیجوی است بار ثبوت به دوش کی است؟ مدیون و نه دائن. ببینیم در زمانی که اختلاف و نزای صورت بگیرد در بین عقودی که عقود نتیجوی اند، در این تو صورت می توانیم بگویم که بار ثبوت مسئله بر بدوش کی می باشد؟ بدوش مدیون هست، یعنی آن که دکتر هست بدوش از او نیست در عقود نتیجوی، بلکه در عقود وسیلوی. اما ببینیم به هر حال محسن عزیز بگذاریم که این موضوع را خوبتر توضیح بتون برتان. در اینجا می توانیم بگویم که از لحاظ نتیجه عقود نتیجوی بار ثبوت به دوش مدیون هست، ندائن که
یعنی هرگاه مدیون آن کسی که بر او منافع میرسانیم بدوش از او هست که او ثابت درساند در حقوق نتیجوی که شما چونین نتیجه ای را بر ما انجام ندادید. مثلا در رسم تابلو، مثلا اگر عقد نتیجوی را ببینیم، هدف یک نتیجه نهایی بدست نامد است، داین میتواند در این مورد تنها ورقه مطالبه جبران خساره را به محکمه تقدیم نماید و ضرر و ضرور هم نیست که در آن تقصیر مدیون خیش را در ایفای واجبهش ثابت نماید، بلکه مدیون میتواند اگر خواسته باشد عدم موجودیت تقصیر خود را در زمینه ثابت نماید. ببینیم محصلین عزیز، در عقود نتیجوی بار ثبوت به دوش مدیون است نه داین. یعنی هرگاه در یک عقد نتیجوی که هدف و نتیجه نهایی به دست نیامده است، داین میتواند که در مورد صرف ورقه مطالبه جبران خساره را به محکمه تقدیم کند و ضرور هم نیست که در آن تقصیر مدیون خیش را که در ایفای واجبش ثابت نماید، بلکه مدیون میتواند از خواسته باشد که عدم موجودیت تقصیر خود را چه کند در زمینه ثابت بگردند. در وقود مسیلوی موضوع به کلی به شکل معکوس هست، یعنی که بار اثبات بدوش داین هست نه مدیون. مثلا در یک عقدی که بین طبیب و مریض یا مریض دار منعقد گردیده است، در صورتی که نتیجه و غایه نهایی که عبارت از صحت یابی مریض باشد به دست نیاید، مریض و یا مریض دار تنها با تقدیم ورقه مطالبه جبران خساره تقصیر طبیب را مبنی بر سهلنگاری، بی اعتنایی و غفلت وی در ایفای واجبش را نیز ثابت می نماید. با یک نوع تقسیم بندی دیگر محصلین عزیز داریم به نام عقود تراضی، عقود شکلی و عقود عینی که هر کدام تعداد، یعنی ضرور نیست محصلین تمام این انواع را به تمام جزئیاتش در حقوق وجایب بخوانند، چون عقود عینی در مضمون خاصی هست که در اونجا خوانده می شود و می بینیم تا یک حد معلومات کلی در مورد بحث ها بگیریم. عقود تراضی عبارت از عقدی هست که مجرد تلاقی و توافق اراده ها و رضایت جانبین عقد منعقد شده تلقی می گردد، یعنی و کدام شکلیاتی و تشریفات خاصی هم در ایجاب نمی کند مانند عقد خرید و فروش. یعنی مستقیما عقد تراضی دون جانبین رضایت می کنند و بحث ختم می شود. اما ببینیم گاه گاه ای تراضی باز وقود به تراضی صورت نمی گرد، بلکه شکلیات و تشریفات را نیاز دارد، مانند عقد نکاح اگر ما در نظر بگیریم در اونجا شکلیات خاصی در نظر گرفته می شود که حضور شهود هست، مجلس عقد هست و همچنان اعلام و اخبار مردم هست. به این شکل در عقود نکاح مثلا می توانیم این موضوع را خوبتر توضیح بدیم. عقود شکلی که آن عده از عقودی گفته می شود که در آنها برای انعقاد عقد تنها توافق و تلاقی اراده ها که بین دو اراده با هم یک جا شوند جانبین کافی نیست، بلکه ایجاب می نماید که این توافق اراده ها و ابراز رضایت جانبین با شکلیات خاص صورت بگیرد، مانند عقد ازدواج که گفتیم. عقود عینی عبارت از آن عقود و قراردادهایی هست که در آنها برای انعقاد عقد بر علاوه موجودیت توافق و رضایت جانبین، تسلیم دهی شیء معین یا موضوع قرارداد نیز شرط اساسی دانسته می شود، مانند عقد هبه و ودیعت. تا زمانی که جنس و هبه را تسلیم نشده ای، به این معنی که هنوز هم عقد هبه صورت نگرفته است، مانند عقد ودیع و یا عقد امانت و غیره، مانند اینچنین عقود در عقود عینی مطرح شده می تواند. وقود نوع دیگری هم است، وقود انفرادی و وقود جمعی که ویا اجتماعی هم گفته می توانیم که وقود انفرادی وقودی را گفته می شود که جانبین قرارداد را اشخاص انفرادی تشکیل داده است که معمولا هر کدام از آنها شخصا و یا بعضا وسیله ممثل یا نماینده خوش را انعقاد عقد سهم می گیرد. در عقود انفرادی شخص
مشخصا موجود هست و عقد را انعقاد میکند. عقود اجتماعی برعکس عبارت از عقودی هست که در آنها هر دو طرف قرارداد و یا یک طرف قرارداد آن را یک گروپ اشخاص تشکیل میدهد که البته هر کدام از اعضای این گروپ ها فردن و شخصا در انعقاد عقد سهم نگرفته، بلکه عقد توسط بعضی آنها به نمایندگی بعضی از آنها منعقد میگردد و اما آثار و نتایج عقد به تمام اعضا ارتباط میگیرد، مثل عقدی که بین دو شرکت سهامی و یا بین یک شخص و شرکت سهامی منعقد میگردد و یا اینکه عقد بین دولت و رعیتش صورت میگیرد و یا مانند اینکه وکیل پارلمان و همچنان با مؤکلینش صورت گرفته است، به این صورت بتوانیم عقود اجتماعی یا جمعی بگوییم، عقود انفرادی و عقود اجماعی. عقود یک نوع دیگر از عقود هست به نام عقود تعاطی و عقود اذعان، که عقود تعاطی عبارت از عقد که متکی بر مباحثه و مناقشه آزاد نیز بحث گفته می شود، عبارت از عقدی هست که در آنها جانبین از آزادی و مساوات تعاطی و مباحثه برخوردارند و عقد بعد از مذاکره و مناقشه و مفاهمه یک دیگر منعقد میگردد، مثل عقد خرید و فروش. این عقد تعاطی هست که مباحثه میکنند، جر و بحث میکنند تا اینکه اینها بین هم جور بیایند و ایجاب و قبول اتمام شود. و عقود اذعان برعکس عقودی هست که جانبین در او مباحثه نمیکنند، بلکه یک جانب عقد را آماده میسازد و بنود و ماده های قرارداد را مشخص میکند، بعدا او میتواند که عقد را صرف به او اذعان میکند و اخبار میکند. او اگر خواسته باشد عقد را انجام میده، اگر نخواسته باشد عقد را انجام نمیدهد. یعنی ببینیم که در عقود اذعان حق مباحثه و مناقشه آزاد موجود نبوده، بلکه شرایط عقد به صورت یک جانبه توسط یک طرف قرارداد تعیین گردیده است، جانب مقابل صرف میتواند آن را قبول و یا رد نماید. مثلا عقودی که با یک مؤسسه بیمه و یا یک مؤسسه حمل و نقل هوایی منعقد میگردد، از جمله این عقود به شمار میروند. محسرین عزیز و گران قدر، ما عقد لازم و عقد غیر لازم و یرا یا عقد جایز را قبلا هم برش بحث کردیم. محسرین عزیز، نهایتا انواع بیشتری در فقه و قانون وجود دارد که در فقه ما تقریبا به حدود 25 انا و عقد را معین نام گرفته و مسمى ذکر شده است و در قانون 23 عقد را تقریبا نامگذاری شده است و بحثا صورت گرفته است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.